چطور میشه یک کشوری هیچ اعتراضی توش نباشه، هیچ اعتراضی توش نباشه؟ اگرم اعتراض دارن میخونن مثلا حالا به گوش کسی نمیرسه، از اون ور رادیو تلویزیون مثلا تک قطبیه، فقط مال یه نفر. چجوری میشه توی این عصر ارتباطات مثلا فقط یه سری ما با این گرونی بنزین، با این گرونی گوشت کیلویی 60,000 تومان بیرون، با نون دونه 1,000 تومان بیرون، با میوه کیلویی 7,800. ببین مثلا یه نمونه بهت بگم، مثلا خونه های قدیمی رو اجازه تخریب نمیدن. شما حساب بخوام ببین تمامی حمام های تهران رو ممنوع فروش کردن، ممنوع فروش کردن، یعنی نمیتونن تغییر شغل بدن. مثلا که پارتی داره ولی با اینا در ارتباط هسته، خیلی راحت تغییر کاربری کرده، ساخته، حالا عرفتن داره توش دوره نوزه برگزار میکنه، ولی از طبقات دیگهش داره چیکار میکنه؟ چی میگم به قولانا؟ نمونهش همین محسسه اترک رئیس اتحادیه بوده، اومده چیکار کرده؟ اومده حمامه رو خریده، دو طبقه سه طبقه شو با آموزشگاهشه، از اون بر یه طبقه هم کرده گاهگذاری حسینیه، یه دای نوزه چیزی برگزار میکنه. خب نشوندنده زد و بنده دیگه. یا مثلا یه دونه موجود حسین هستش الان مثلا سر قیاسی طلب زیر ساختگی بوده، تکشتله اومده ساخته یه طبقه، الان بالا شور حسینی هم همه رو میگیره طرف، یه قلون شده. کسی که توی انتخابات شرکت میکردن متوجه هستی، مثلا برای خاتمی، این همین همسایه خودمون بود، یه برای خاتمی انتخابات شد، بعد از سال بعد ما دیدیم او بابا تاجر شده و جنس داره دبی وارد میکنه و جنس داره دبی میبره. بود تو جامعه هران خیلی هم من سراغ دارم، شاید سالی یه بارم گوشت نمیخورم و همین هم لجن میگیره. میبینم منی که یه فرد عادی این جامعه هستم دارم تفاوت رو میبینم، بعد میاد میگه آقا نه ما به صفر رسوندیم، پیش از شب توی ممکن سر گشته زمین نمیذاره، چه از ذات و معتاد ما میخوایم نشون بدیم که اینا دارم یعنی انبال مردم رو دوزید. شبا برم بیرون، شبا برم توپا، شبا